بگذاریم، سخن از ایران هست، سرزمین ایران هست. عرض کنم که ما بایستی نگاه کنیم بر اطراف اکناف خودمان، ببینیم کجا یک هنرمندی هست که قدرش ناشناس مانده، کجا یک خدمتگذاری هست که به این مملکت خدمتی کرده، تقدیری بکنیم. در واقع بگوییم ما از تو سپاسگزاریم که برای مردم ما و برای کشور ما خدمتی انجام داد. حالا اینی که عرض میکنم، من شنیده بودم که عرض شود یکی از افسران سابق، افسران دوران پادشاهی، سرهنگ توپخانه حسین علی بهزاد افشار در موضوع مرزبندی های ایران و روسیه، ایران و سابق، در واقع با محاسبات لوگاریتمی، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، بله جناب سرهنگ حسین علی بهزاد افشار رو میبینید، این مرد بزرگوار وطن دوست، توانست در واقع 265 کیلومتر مربع خاک ایران رو از روس ها پس بگیره در زمان صلح، با محاسباتی که انجام داد. معلوم شد روس ها در واقع میله هایی که برای در واقع مرز درست کرده بودن به غلط داخل ایران آورده بودن و میگفتن درست است. این بزرگوار سرهنگ توپخانه بوده، عرض میکنم که فارغ التحصیل دانشکده افسری مدرسه نظام، و بعد برای دوره های توپخانه و ضد هوایی به بلژیک رفته، تمام رکورد ایشون دست من هست، و بعد برای در واقع در انستیتو نشنال فرانسه جغرافی و نقشه برداری خوانده و آمده است و در روزگار سال 1345 اینها معاونت اداره جغرافی ارتش رو عهده‌دار بود. و بعد در سر مرز مطالعات که میکنه نشان میدهد که روس‌ها بین، الان عرض میکنه در کجا، بین منطقه در واقع پیل سوار، بله از دشت مغان، بین پیل سوار و حسن خانلویه فاصله 40 متری، من اینا رو اسکن میکنم بعد مفصل نشون میدم، در واقع فاصله 40 متری باید خط مستقیم باشه. نقشه ایران اگر نگاه کنید، دشت مغان در واقع گوش راست گربه در اون منطقه، پیل سوار و حسن خانلو، و عوض اینکه خط مستقیم باشه، این رو آورده بودن به صورت یک مثلث داخل ایران که قاده این مثلث بود از 40 کیلومتر در واقع ارتفاع 13 کیلومتر. ایشون اینو در واقع کشف میکنه که این روس‌ها در این میله گذاری‌ها که گویا سیمانی بوده 2 متر و نیم و بین اینها 5 متر فاصله، اون سو داس و چکش، این سو شیر خورشید ایران، و بینش 5 متر فاصله بوده. و بعد ایشون محاسبه کنه روس‌ها در واقع کلا سر ایران گذاشتن. این است که هر صحبت که با رئیس خودش تیمتا جهانبانی در میان میگذاره، ایشون باور نمیکنه. میگه ما میترسیم آقا با روسا چگونه بگوییم. میگوید که من در جلسه مطرح میکنم، شما به من اعتراض کنید، من ثابت میکنم شما نترسید. و جالب است که من با ایشون صحبت کردم، گفتن در جلسه که رفتیم روسا نشسته بودن، ما ایستاده، و بعد قرار شد یک جلسه بگذاریم در از کنم که روسیه، در روسیه امروز و روی سابق، رفتن اونجا گفت با یک تبختر به ما نگاه میکردن، نگذاشتن ما بنشینیم اینها، و سوال رو مطرح میکنه، موضوع تمام محاسباتش اینجا پیش من هست، اینها رو من خدمت شما نشون خواهم داد. و بعد روسها رو متقاعد میکنند به این که این میله هایی که کوبیدن در واقع کلاهی بر سر ایران رفته، و روسها قبول میکنند استدلال ها و محاسبات از سرهنگ بهزاد افشار رو قبول میکنن، و بولدوزرهای مخصوص آوردن، میله ها رو کندن و پس نشاندن 260 کیلومتر مربع. عرض کردم یه خط مستقیم اینجا هست در گوش راست بین پیل سوار و حسن خانلو که اینها رو در داخل ایران گذاشته بودن. باری بعد از این کار خیلی 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 مهم که ایشون کشف کرده و کارهای دیگر در مرز پاکستان و اینها، ایشون رو به نشان همایون مفتخر میکنن، و به طوری که ما شنیدیم که در اون کوچه و محله همه مردم خوشحال بودن که این سرهنگ بهزاد افشار، این مرد بزرگوار نظامی در همسایگی ما برای ایران از روس‌ها خاک پس گرفته و قرار بود از درجه ترتیبی بگیرد، ناگهان پستچی آمده و با یه پاکت بزرگ ایشون رو بعد از 27 سال خدمت 45 سال پیش به درجه بازنشستگی نائل کرد. دولت شاهنشاهی
در اون روزگار میدونید که ما خیلی میترسیدیم از روس ها، میترسیدیم از گروبانای روسی وحشت داشتیم، از گروبانای آمریکایی میترسیدیم، از گروبانای انگلیسی وحشت میکردیم، ممکن بود یه سپاه بودی رو بندازیم بیرون. بازنشست کردن 45 سال پیش. یک بار دیگه لطفا عکس سرهنگ رو نشون بدین لطفا. فکر میکنم بعد از نادرشاه افشار ایشون کسی بوده برای مملکت ما خواب گرفت باری مثل کسی لاتا فرمان نیست. هر سه بر خدمت شما که بازنشست کردن و بس سلام. یعنی 45 سال هست که ایشون بازنشست. سرهنگ بهزاد افشار در سن 96 سالگی در تهران زندگی میکنه، در عین سلامت هستن. من این اسناد و مدارک رو به نحو درست ما اینجا چیز میکنیم، اسکن میکنیم و بعد به شما نشون خواهیم داد این داستان محاسبات رو که چگونه اینا محاسبه میشده و روزها اعتراض کرده بودن که ایشان البته اونها رو قانع میکند. خیلی خیلی من شخصا از این بزرگوار سپاسگزار هستم و بیوگرافی ایشون رو هم در یک برنامه مفصل خدمت شما گزارش خواهم کرد. برای من خیلی خیلی جالب بود این داستان که چگونه ایشون توانسته و این روزها که خیلی هم ادعا داشتن با کبر و غرور و نخوت اینها با ما ایرانی برخورد کردن، ایشون رو اینها رو قانع بکنن و برای خدمتشون هم مزدشون هم البته گرفتن. بازنشستگی زودرس، بازنشستگی روزرس به خاطر کاری که انجام داده بود. خب اجازه بدید از این مطلب بگذاریم. آقای امیرخان در اتاق فرمان هستید؟